از آفتاب درخشان خانه پدری نشستم به شب تلخ کام در بدری. چه شد ترانه خورشید در سپیده نور؟ چرا هوای دلت یخ زده سر به سری؟ دلم برای امیری باز تنگ شده، به کوچه های جوانی، به شام بی خبری. دوباره ره به سوی سینمای نور کنی، به تارزان و به والنتینوی باختری. علیرضا نوری‌زاده جمعه است دوباره. جمعه ها از این نظر من دوست دارم که معمولا مهمانان جمعه شب من از عزیزانی هستند که خیلی جایگاه والایی بر من دارن. جمعه است و چهارم ماه آگوست اوت و 13 مرداد فکر میکنم باشه. باری درود میفرستم به یه مهمون عزیز که میدونم خیلی دوستش داریم، از منم بیشتر دوستش داریم. مهرداد جان آسمانی درود بر تو. سلام دکتر جان، امیدوارم خوب باشین. سلام به بینندگان عزیز شما، امیدوارم خوب باشن، سلامت باشن. خیلی خوشحالم دارم. منم هم تو مهرداد شما... ببخشین بیدارت کردیم، میدونم صبح زوده و لطف کردی در واقع به ما. هیچ کس میتونه من این ساعت جز شما بیدارم. خب دیگه این دیگه خیلی اعتبار و عزت داره. خب مهرداد عزیزم، اول همه دوستان از خودت بگی، کار تازه چه کردی، چی کار داری میکنی، تا برسیم به سوالای دیگر. کار تازه که چند تا آلبوم برای دوستان هنرمند جوان دارم انجام میدم. چند هفته ترکیه بودم برای ضبط کارا، برگشتم و مشغول کارم دیگه دکتر. چقدر خوشحالم. اولا تولد خودت و خانومتو به تبریک میگم. باشی. ممنونم ازت. و البته ذکرتم ذکر رو یادت کردیم و خدا رو شکر و امیدوارم که سال دیگر در خانه پدری تولد خودت و خانم تو جشن بگیر. امیدوارم دکتر جان. آرزو میکنم که انقدر شاد باشی، انقدر سرحال باشی و زندگی خوش با فرزندانت خانومت در زنده باشی. ترکیه چه خبر بود راستی؟ کیا رو دیدی؟ دوستان رو دیدی؟ من هیچ فقط کار کردم. هیچ کس دکتر جان. بیشتر برای... نوازنده دیگه... اونجا جمع شدن ها؟ نه، دوستانی که دوست خواننده‌ای که دختر خانومی هستن که با همسرشون ترکیه زندگی میکنن، باید کارشون رو اونجا میخوندن. سعی میکنم بالا سر کار خودم باشم. بله بله خوشحالم. بنابراین باید منتظر ظهور استعدادهای تازه از جانب تو باشیم مثل همیشه. خودت چی خوندی؟ من فعلا هیچی واقعا دل ندارم برای خوندن، یعنی نمیدونم چی بخونم دکتر. گاهی می‌دونیم عزیزانی که علاقه‌مند هستن به کار موسیقی و در کنسرت خوانندگان شرکت می‌کنن یا به نوعی موسیقیشون رو دنبال می‌کنن، بر اساس کارنامه اون خواننده یا هنرمند، اگه بشه اسم خواننده رو هنرمند گذاشت، در اون کنسرت‌ها شرکت می‌کنن. و کارنامه ما هم مخصوصا من ترانه های شاد و شنگول و اینا زیاد داره، اما خب الان دل نیست، دل برای کار ندارم، برای خودم حداقل ندارم. یه کاری با ترانه محمد صالح‌علی عزیز دارم آماده میکنم که امیدوارم بتونم اونو خوب اجراش بکنم. میگم دل نیست دکتر، دل ندارم برای کار. دلتو به دست بیاری، برای که
تو نمیتونی بگی دل نداری. من اعتقاد دارم تو در یه جایگاهی هستی و صدای تو یه صدای مبارزه است، یعنی صدای تو اصلا تنین مبارزه داره. دکتر جان دو تا منتشر کردم توی این چند ماه گذشته. آره پخش کردیم ما، امروز هم پخش میکنیم. بله بله. نه میخوام بگم حضور تو، در واقع حضور تو من خیلی ضروری میبینم به دو دلیل، به دو دلیل، دو دلیل عمده. یکی این که بچه خاکی هستی، بچه خاکی هستی، بچه تهرونی، اونا میشناسنت، یعنی تو خونشن، عدات در میارن، مثل تو هن، مثل تو حرف میزنن. میدونی چی میگم؟ عدای خارج نشینی تو رو جذب نکرده، بنابراین تو خالص همونی که سربازی رفتی، وطن دفاع کردی، بعد اومدی بیرون زندگی کردی، خیلی ها رو به شهرت دوباره رسوندی و کارهای ارزشمندم کردی، با بهترین شاعرها هم کار کردی، و بنابراین میخوام بگم صحنه به نیاز داره. نمیشه فکر کنی حوصله نداری، دلشون باید دلشون داره. نه منظور من این بود که با اتفاقاتی که در کشور ما میفته نمیدونم بعد چی بگم. موضوع اینه. دو تا ترانه اعتراضی بود که منتشر کردم در شش ماه قبل، ولی الان واقعا نمیدونم چی بخونم. من هفت شعر برات دارم امشب میدم، حتما از توش اون رو که میخوای میتونی انتخاب بکنی. و بفرستین دکتر. بچه‌ها به من میگم، باور کن هر بار باهات گفتگو میکنم برای من میگن، مینیوس همین علی آقای خودمون، که آقا چرا با مرداد کار نمیکنی؟ میگه من واقعا عاشق مرتادم، خودش میدونه چقدر من دوستش دارم، چون خالصه، خالصه، برای همین من دوستش دارم. من آدمایی که در زیر قالب ادا نمیرن خیلی دوستشون دارم و تو یکی از اون هستی. مرداد جان یه سوال دیگه ازت دارم، خیلی برای من مهمه. در داخل کشورم یه کارایی میشنویم انجام میشه، بعضی ها بچه های خیلی جالبی هستن. اون مهدی یراهی رو من خیلی دوستش دارم، بچه خوزستان، عربی میخونه، فارسی میخونه، آقای قربانی همیتون، یه عده دیگه هستن. تو خودت نظرت راجع موسیقی داخل چیه؟ همونطور که شما فرمودین دکتر جان، خوب و بد هست. یعنی هم خوب هست هم کارهای خیلی بد هست. بله. از بابت صدای خواننده ها دکتر جان، من فکر می‌کنم یه بچه‌ای که متولد میشه، یک صدای تازه که متولد میشه، درست مثل یک بچه‌ای میمونه که متولد. بله درست. باید شناسنامه داشته باشه، باید شبیه نباشه و باید ناب باشه. ناب بودنش خیلی مهمه. در بین این دوستان هم کار خوب هست و هم کار بد هست، هم صدای خوب هست و هم صدای متوسط و بد هست. این که بخوام یک نظر قطعی بدم نمیشه، چون واقعا میبینیم کار خوب و بد زیاده، هم خارج از کشور هم داخل کشور. اما مهم اینه که بچه های جوانتر که کار موسیقی میکنن بیشتر به علم موسیقی بپردازن، بیشتر به یادگیری بپردازن، چون اون خیلی مهمه. وقتی سواد موسیقی بالا باشه خیلی از مشکل حل میشه. کار بدم نمی کنی دیگه. بله درسته. مرداد جان یه نکته به نظر من، شاید تو هم موافق بشی، یه مقدار کارهای ناموفق اونایی که فقط تقلید از خارجه، اوناییست که اصالت داخلشون از دست دادن، تقلیدم میکنند که تقلید درستی نید. من میدونم تو آدمی هستی که خودت چند تا ساز میزنی و معتقدی به حضور ساز در ضبط، فقط یه سینفرسایزر نمیزنی. متاسفانه در ایران اینجوری شده، به خاطر حالا امکانات مالی هرچی هست، یه سینفسایزر میشه ارکستر. خب نمیشه این کار، نه اوورتور می نویسن نه ملودی،
دارن، نه ذهی دارن، کلا ذهی نوشتن، خب همین ثبات میخواد دیگه. بله بله درست. و پرهیز میکنن از نوشتن سازهای ذهی، سازهای زنده. سازهای زنده که استفاده میکنن غالبا تارو نمیدونم از این چیزها استفاده میکنن که یونیسون بزنن، زیاد هارمونیک کار نمیکنن. کارهایی که یونیسون باشه، یعنی خیلی ملودیک باشه، هارمونیک ثبات میخواد. و گفتم دوستان عزیز باسوادی اونجا هستن که کار میکنن و من لذت میبرم از کارشون، خیلی هم خوب، خیلی خوبه. حالا تجربه شاید منیچر چشم‌آزه رو حتما ندارن، تجربه آقای کاظم عالمی رو ندارن، ولی خب باسواد هستن و کار میکنن و خوبه و صداهای خوبی هم هست، ولی کارهای بد هم هست دیگه دکتر. منوچهر که گفتی، گفتم یادیم و ناصر بکنیم. آخه باور نمی کنی زنگ می زد به من یک ساعت، درد دل می کرد، گریه می کرد، اصلا داغون می شدم وقتی بهش گوش می کردم. می دونم دکتر، روحش شاد باشه. خب این جالب بود، امروز یادی ازش کردیم و یادی از عزیزانی که حالا یه اینم میخواستم ازت بپرسم. تو به موسیقی کلاسیک هم علاقه داری، میدونم، چون موسیقی میشناسی. در میان کلاسیک ها کدوم یکیشون به دلت میشینه، خوشحالی صدا رو میشنوی؟ آقای شجریان پسرشون هم خیلی خوب. بله همایون هم خیلی خوب شده، خیلی بله خیلی خوب. ولی تنها خواننده ای که واقعا استاد شجریان، عالی. بله شجریان واقعا یک جاهایی رو فتح کرده که در دست. البته من ناظری رو خیلی دوست دارم. در خاورمیانه شبیه آقای شجریان ندارید؟ بله بله درسته. مثلا همون جایگاهی رو پیدا کرد که یه وقتی عبدالوهاب داشت، یعنی تو اون مایه‌ای که در موسیقی سنتی، و خب کارش خیلی درخشان بود و همایون هم خیلی خوبه، خیلی همایون خوبه. ترکیه ابراهیم تاتلیس. بله ابراهیم تاتلیس، او هم در خاورمیانه نظیر نداره، این چیز فوق‌العاده، یه صدای واقعا آسمانی ملکوتی و چقدر بلند وسیع، میدونی من وقتی گوش میکنم صدا وسیع. مثلا دو بار با هم حرف زدیم و خیلی من پیامهای زیبا گرفتم. عجب. رابطه با گفتگو با شما، گله هم گرفتم که گله هم کرده بودن که چرا در مورد یک مسائلی صحبت نمی کنی. گفتم من حرفی ندارم. دکتر نوریزاده رفیق قدیمی منه، عشق، هر سوالی بکنه من جواب میدم و من تسلیمم اینجا. خیلی خیلی اونایی که دلشون میخواسته در مورد یک مسائلی من صحبت بکنم، فقط اینو میگم که فقط اینو خلاصه میگم دکتر جان، اگر ما اعتقاد به آزادی و دموکراسی داریم، باید اجازه بدیم هر کسی هر نظری اشکال نداره و گله نکنیم از کسی که نظر مخالف نسبت به ما داره. ناراحت نشید، تحمل نظر مخالف فکر میکنم این از همه چی بیشتر باید تمرین بده. مهداد عزیزم، من هرگز ابایی از طرح سوالهای به قول اینا کانتروورشال ندارم، منتها تو در بهترین وضعی به این سوالا پاسخ دادی. بله و تکرار این را من میخوام هرچه تازه تر بهتر. یه نکته هم بهت بگم، در طبیعت تو حس انتقام گیری و زدن ندیدم. من تمام مصاحبات رو گوش کردم، تمام حرفایی که زدی گوش کردم. تو هیچ جا نخواستی پشت پا بزنی، انتقام بگیری، نه، واقعیتی رو اونم در بسیار با حرمت و در پرده راجبش حرف زدی و این به نظر من خیلی خیلی این نشانه اون علو طب و روح بالاست که
آدم رو در این شرایط قرار میده. ولی راجب آدما میخوام ازت بپرسم. من دلم شور شهیار رو میزنه. چطوره حالش؟ شهیار قنبری رفیق دبستانی من. شهیار من چند وقت پیش باش دیدار داشتم. خوبه، حالش خوبه، کار میکنه. خوبه، حالش خیلی خوبه. بنوشهرم چشمازرم خوبه و او هم سلام منو بهش برسون. حالا اگر انشالله اومدم تا یه ما دیگه حتما میبینم. آره حتما میام و شبی رو دوره هم خواهیم بود. حضور عرض بکنم که در این اشاره کردی آهنگ‌های میسازی، دو تا خودت دادی بیرون که امروز هم یکشو پخش میکنیم. جایی کنسرت نداشتی؟ در کنسرت نرفتی اصلا؟ نه دکتر جان. یکی از دوستان قدیمی من که کار کنسرت میکنه، کنسرت گذاره، با من تماس گرفت که برای یه چند تا برنامه، همونطور که گفتم دکتر جان، بر اساس کارنامه ماست که عزیزان به دیدار ما میان، زحمت میکشن و همونطور که گفتم کار شاد خب تو کارنامه من زیاده دکتر جان. دل ندارم کار شاد بخونم، چطوری بخونم؟ یعنی قبول نمی کنم دکتر جان. سخت میشه برام زندگی کردن، اما دل ندارم. حقیقت همینه. حقیقت اینه که این چند روز پیش به شهرام شهرابی عزیز گفتم صبر کن سالگرد مهسای عزیز تموم بشه، شاید دلمون برگرده سر جاش. الان دل ندارم بخونم دکتر. دل نیست. خدایا یادت ویژن مفید توی شهر قصه دیگه این دل نمیشه و واقعا دل نیست. در تمام ابعاد زندگی با بچت نشستی، بیرون رفتی، رانندگی میکنی، یه آهنگ میشنوی، یه دفعه که به یاد وطن میفتی، به یاد میفتی الان فاطمه سپهری در چه حالیه، الان شاهرودی در چه حالیه تو زندانهای ولی فقیه، الان خانواده این بچه هایی که کشتن در چه حالیه، دیگه روز خراب میشه دیگه، معلومه. کسی هم که اهل هنر و موسیقی و فرهنگ و ادبیات باشه خب بیشتر روش تاثیر میذاره. تو حضورت حادثه است اگه از عشق بگی. سفر یک طرفه است رو به جاودانگی. با تو که باشم جهان زیر پلکای من، ثانیه به ثانیه وقت عاشق شدن. همین غیبت عشقی که ما رو میکشه. یعنی کی بود؟ اولی که گفتم شعر ایرج جنتی عطایی بود. من خوندم. از دوستانمون خواهش میکنم فستیوال گل رو پخش، فستیوال گل. ولی غیبت که ما رو میکشه شعر شهریار، اونم من خوندم. شعر شهریار قنبری خیلی شعر زیباییه. عشق دیگه وقتی عشق به میهن نباشه، عشق به مردم نباشه، عشق به زندگی نباشه، همین میشه. یه شب توی روزگار خیلی جوونی با شهریار با هم بودیم و بعدم رفتیم خونه شهریار، فلت شهریار، تا بامداد نشستیم و اون شب یه ترانه گفت. یعنی توی شهریار باید برسه به یه نقطه‌ای که منفجر بشه. اونجا من دیدم چه حالایی داشته، باهاش زندگی کردم و اون لحظات عجیبه که آدم یه دفعه میبینه شهریار ترانه هایی میگه که از زمانه جلوتره، خیلی از زمانه جلوتره و این خیلی خوبه. یا ایرج همینطور، ایرج جنتی، اردلان سرفراز، اینا آدم هایی هن که چون با دل گفتند و با دل سرودند به دلم میشینه. من یادم میفته قبل از اینا نزدیک 30 ترانه با شعرهای شهریار عزیز آهنگسازی کردم. 30 تا؟ بابا
و کیا خوندن؟ خانم گوگوش خوند و بعد دیگه کیا بودن؟ خودم و خودم و خودم و خودم از همه بهتر، از همه بهتره. خب با ایرج جان من حدود 20 تا ترانه دارم. بله بله، یعنی آمار خیلی بالاست نسبت به نه خودت با این فاصله خیلی نچندان بزرگ، خیلی نمیشه گفت تو 40 سال اومدی، نه در این زمان جوان خیلی کار کردی. خیلی 33 ساله در آمریکا. 33 سال شد، مای گاد. 33 سال در آمریکا، یه چند سالم که در ایران کار زیرزمینی میکردیم. از اون چیزای ایران زیرزمینی ایرانم دکتر میدم. از اونها هیچی نداری؟ هیچ کدوم رو تکرار نکردی؟ کدوم؟ از کدوم؟ اون زیرزمینی های ایرانه. خب پخش شد دیگه در آلبوم صدای خورشید. شما آه. که سب لیسانس داری روزنامه خونی. آها اونا بود. بله بله. سگ با پای چلاغش نون دیده رفته سراغش، اینا همه کارهایی بود که در ایران ضبط شد و اون موقع دکتر اصلا کسی بتونه کار زیرزمینی بکنه خیلی سخت بود، ولی ما انجام دادیم. چون اگه باشه مرحله بعد از جنگ هم بود و خیلی فضای سیاهی بود و خیلی بد، خیلی لبخند در روی لب مردم رفته بود، قیچی میکردن لبخند. اصلا موسیقی پاپ وجود نداشت. نه یعنی موسیقی راه. پاپ نماد طاغوت و گذشته و لس آنجلس بود. من داشتم میخوندم توی رادیو، سنم هم کم بود، فکر میکنم 16 17 18 سالم بود، شاید هم کمتر نمیدونم. آقای محمد صالح علی عزیزم اونجا بودن، هنرمند بزرگ و ناب درجه یک، و اون کسی که یهو یه نفر از بیرون اومد گفت این کیه داره اینه طاغوتی ها میخونن؟ اون گفت این طاغوتی مثل طاغوتی ها. واقعا بعد بخون. گفتم خب بعد بخونم. گفت آقا نمیخواد بخونی، بعد بخون. بعد بخون، بعد بخون. گفت بعد بخون. گفت نمیخواد خوب بخونی، شما بعد بخون. جیز ما تو تلویزیون که بودیم، جمشید چالنگی چیزی در بردو خیلی بامزه، گفت رئیس مدیر موسیقی تلویزیون یه نامه فرستاده برای یه آقایی که مثلا مداح مسجد بوده، جناب آقای فلان از امروز شما رو به سمت پرویز یا حقی منصوب کرد. خب بگم اینجوری نگاه بود دیگه، به تو میگه بد بخون، بد بخون، و این بد بخونی تاله هم هست. دو نکته رو من بهت بگم، خیلی من افسرده میکنه. بچه هایی که میان و اجازه دارن تو تلویزیون اینا بخونن، آلات موسیقی رو که نشون نمیدن، درست؟ بعد به این حیوانکی ها نمیگن آقا جان تو که میای تو تلویزیون ظاهر میشی یا آراستگی باید داشته باشی، حالا به هر شکلی که میاد تفلک لباسی بهش میدن که هنوز اون آرمه که اینجا هست روی دستشه. خب اینو بکن، یعنی با دیده حقارت نگاه میکنن، فقط با دیده مداح نگاه میکنن. حالا مداحانشون هم که اومدن امتحان پس دادن، نشون دادن چه جوری بودن. یک کلیپ میدیدم میگم آقا حالا اینا مرده یه کاری با زن یه برنامه فلان، ولی دوتا باجناق با هم چه جوری اومده؟ دوتا باجناق با هم چه، یعنی اینا رو به خدا ماها ندیدیم، تو هم ندیدی، یعنی من تو رفتی یعنی دوتا باجناق چه جوری؟ بعد تلفن بزنم به هم بیام خانوم خونه نیست پاشو بیا، این شاهکاره دیگه. یعنی دوتا خواهر اصلا نمیدونم، بگذاریم از یه. خب مرداد جان الان روزاتو چی کار میکنی؟ ورزش میکنی؟ موسیقی به بچه ها میرسی؟ چیکار به بچه نازنین جدیدت میرسی؟ چیکار میکنی؟ تمام روز کار میکنم دکتر جان، برای اینکه این کارهایی که مسئولیتشو قبول کردم زمانبر
و تمام روز کار میکنم. واقعا دکتر من در شبان روز 5-6 ساعت نمیخوابم، فقط کار میکنم. بله. و همین روحیت رو زنده نگر میدار دیگه. اصلا خواب ندارم. خواب که کلن ندارم، زیاد با خواب میونه خوبی ندارم دکتر جان. همش کار مدام دارم کار. درود بر تو، درود بر تو. یه تیکه قشنگ از دلم میخواد ببینی، اینو ببینیم، چون ساروز به ذبح اسلامی کشیدن فریدون جان فرخزادم بود. این تیکه رو ببین. روح الله خمینی آمده در کتاب نوشته که اگر مردی به پدر زن خودش تجاوز کرد باید غسل فلان بکنه. اون احمقی که از پهلوی زنش میره به بابای 70 ساله زنش تجاوز میکنه، او فقط یه آخوند میتونه باشه. فرخزاد از این تیکه ها زیاد میگفت و اون که رو تاخت خوابیده بوده زلزله اومد. وای وای، اونم شاهکار، شاهکار. مهدا جان یه درنگی بکنیم، ترانه تو رو بشنویم و بازگرد. به به، چقدر قشنگ بود، نمیترسم واقعا، خیلی قشنگ بود. این من شنیده بودم ولی الان عجب توی این فضا چسبید. زنده باشی، زنده باشی دکتر جان. شما محبت همیشه رو من. نه ولی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. شعر یک جوون، این سینای ایزدبین، هنرمند خوب، شاعر خوب. سینا سرباز بود، هنوز ایران بود، تو پادگان بود. یک ترانه نوشت، حقوق من و تو مساوی، ولی حقوق من از تو مساوی تر. یه در پیش رومونه، اما ببین یکیمون میتونه ازش بگذره. ورود تو به اینجا آزاد نیست، چون اینجا فقط اسمش آزادیه. تو قانون دیوونه ها زن شدن هنوزم یه جرم خدا دادی. باری کرد. فقط اسمش آزادی. این برای اون استادیوم آریا مهره که تبدیل شد به آزادی، ولی میگه فقط اسمش آزادی. راست میگه دیگه. بله، زنو نمیتونستم برن توش. بله. یه سرباز، وقتی من میگم بچه های با استعداد، جوان های با استعداد، خب یکیش همین سینا ایزدینه دیگه. الان خارج از کشور زندگی میکنه، ولی بچه های با استعداد، شاعر، نویسنده، موسیقیدان ما زیاد داریم در ایران. متا همشون درگیرن دیگه دکتر جان، همشون درگیر این سانسور خفقان. تو یکی از فیلم‌های خودش، هم فیلم‌هایی که تو ایران ساختن، دوستا بچه تمرین میکردن، ساز میزدن، میخوندن و هر روز گرفتار ارشاد بودن. هر روز یه روز ایراد به شعر بود، یه روز ایراد به موسیقی، یه روز ایراد به موشون، به ظاهر شد. یعنی همین بودی که با جناق و با جناق، آخه این اصلا تو فرهنگ ما نمیره. یعنی واقعا چطوری میشه یک دختر بچه رو به خاطر یه تار مو؟ بله دکتر، من در بین همه این عزیزانی که از دست دادیم یه جوری نیکا شاکرمی قلب من خیلی یعنی بچه مردم رو تجاوز کنم، پرت کنم پایین، بکشم، بعد بگم خودکشی کرد. اصلا یک قصه سازی. میدونین چی میگم؟ خب یه نفر اینطوری، دو نفر اونطوری، سه نفر اینطوری، ده نفر اونطوری. خب خودشون هم دارن میگن دیگه، خودشون هم دارن میگن. آخه مردم کی رو باور؟ ببین یه چیزی برای من همیشه جای سوال بوده که اینا مال کجان. یعنی ببین اون فرهنگی هم که میگم فرهنگ لاچی بود، خیلی جاهای قشنگ داشت، خیلی جاهای قشنگ داشت. دکتر نقره‌کار یه کتابی نوشته راجبه این، خیلی جالب نکات. یعنی واقعا یارو یه ماه رمضون عرق نمیخورد، ماه محرم عرق نمیخورد، چون باور داشت، باور چون باور داشت، یه کارایی هم نمیکرد. ولی لاتایی که اینا وشتن اووردن، وقتی با اون موتور تو خیابون میره تو شکم یه جوون، اصلا من باورم میشه اینه کی هن؟ یا تصور این که تو میتونی به یه آدم تجاوز کنی، که هم اینا قصه که عریضه که دارن، هم قصه این شهریور گذشته تا 7 ماه. و اینا برای من اصلا باور کرد. اینی که معتقدم ماها هممون
اگر سازی دستمونه، صدایی داریم مثل تو، تصویری داریم مثل ما اینجا، با تمام وجود باید علیه این جرثومه فساد و آدم کشی و کثافت باید بلند شیم، یعنی نباید ساکت بشیم. دکتر جان، من فهم کنم همه کسانی که، روشنفکرانی که در سال 57 یا به نظرم اشتباه کردن یا فریب خوردن یا اون اتفاقی که سال 57 افتاد اتفاق بدی بود برای واقعا. و روشنفکران ما باید با مردم صادقانه صحبت کنن، حتی معذرت خواهی کنن. بله معذرت خواهی کنن، چون واقعا 40 سال نابود شده کشور. بله. استعدادها همه بیرونن. دکتر محمد دادکان که رئیس فوتبال در گذشته بوده، خودش میاد میگه که دیدم دیگه اینا از خود همه خودشونم میگه کسبه مهم بازار، میگه دیگه نمازم نمیخونن. کی داره اینجوری کرده؟ نه جمهوری دارین، نه حتی اسلام دارین. اسلامتون هم اسلام نیست که مردم ها شما دین زده کردین. یه موقعی واقعا معتقد بودن، یعنی من یادمه آدم های معتقد اگر روز عاشورا اشک میریختن معتقد بودن. همه ما بچگی سقا شدیم، نمیدونم مادر ما رو فرستاده برای تقدس و اینا بره سقا بشه، با اعتقاد بود، همون بچه هم اعتقاد داشت. ولی الان میخوام بگم آمارایی که حالا آمار رسمی نیست، ولی میگوین مردم ایران 80% بی خدا شدن، یعنی دیگه اصلا خدا رو گشتن کنار. من یک کلمه یه وقتی تو برنامه یه اشارات میکنم فوری اعتراض میکنن، آنی روزه چی این حرف رو میزنی؟ مردم اعتقاد ندارن. خدا که در انسان ها قلب شماست، درونت، خدای انسان ها درون انسان ها. من میخوام بگم جامعه به یک پرنسیپ های معتقد بود، اینا اومدن گفتن نه ما آخوندیم، نایب امام زمان، همه غلطی هم میکنیم. خیلی خوب، پس یعنی کلک دیگه، یعنی ایچی. اونا باجناقه میگه من چرا با از باجناقه هم حال نبرم؟ میشه اینجوری داستان؟ قبلا یک حرمتی بود داره باجناق. نه واقعا آخه این چه حالیه، این چه حال بدیه؟ چرا هرچی بدی از سمت اینا میاد؟ اینا جمع دیگه، قرآن خونشون، معلم قرآنشون، 51 بچه از جمله نوه برادر آقای خامنه ای رو مورد تعرض قرار میده. خب این قرآن درس بدهشون آقای سعید توسی و نمونه های مختلف مدعایشون و غیر. برگردیم به صحبت های دیگر که من بسیار مشتاقم راجبت بشنوم. عزیزم این مسئله خیلی، تا حالا تو چند تا آهنگ ساختی میدونی؟ بیش از 400 تا. و این در کارنامه آهنگسازایی که دو برابر تو عمر دارن نیست. یعنی ببین چقدر کار بزرگ کرد. نیست. و چند تا خوندی خودت؟ فکر میکنم حدود 150 ترانه اجرا کرد. 400 آهنگ ساخته، 150 ترانه خونده. ماشاءالله سنش هم زیر 50 است. نه دکتر، رد کردی؟ 56 سالمه. خب رد کردی، ولی بهم نمیاد. نه ورزشکار. نه مرحوم ایرج رستمی خدا بیامرزه، هر بار منو میدید ایرج جان، دکتر جان کیلومتر رو بستی؟ کیلومتر رو بگو بستی. همین دکتر جان راست میگه، منم فکر میکنم 30 سال دکتر لوریزاده رو همین شکلی میبینم. نه ولی خب خودم خواستم لاغر شدم و خیلی راضیم از این مسئله. خب عزیزم، گفتی بیشتر زمانت به موسیقی، میخوام اینا رو بگم مردم علاقه دارن بدونن راجبت، بیشتر زمانتو برای ساختن میگذرونی، اندیشیدن. کیا رو میبینی از دوستا؟ یعنی یه جمعی دارین، یه گروهی میشینین با هم؟ دلم بخواد بزن هیچ کس.
عجیبه. هیچ کس نمیگه. خیلی تلخه. ببین ما همه در روزگارهای خودمون یه حلقه داشتیم، دوستانی که الان هم داریمشون، اونایی که رفتن براشون گریستیم. خیلی این تلخه. تو در امریکا خب خیلی خواننده و آهنگساز و شاعر و غیره هستن و میگه هیچ کس. اینم از دردهای زندگی نسل تو و نسل من الان، که باید آدم در غربت هم غریب باشه، در داخل سرزمینش هم غریب. من دعوت میشم نمیرم. دوست ندارم. دلیل خاصی داری؟ چرا؟ بله حتما دلیل خاصی دارم. حتما دلم نمیخواد درگیر مسائلی که برای دوستانم مهمه بشه. چون مسائل برای من مهم نیست. من دوست چیزایی که برای اونا مهمه هرگز برای من مهم نبود. و وقتی که شما یه حس مشترک، یک فکر مشترک با دوستانت نداری، همنشینی سخت میشه. درست. یعنی مسائلی که در موردش میشینیم و صحبت میکنیم اصلا مورد علاقه من نیست اون مسائل، و من حضور پیدا نمیکنم. و یک جورایی هم دکتر جان یه مافیایی وجود داره، رسانه‌ای، یک مافیایی وجود داره، فضای مجازی یک مافیایی وجود داره، که اینا بعدن ما متوجه شدیم که قصه از کجا آب میخوره. الان شما برگردیم به 20 سال پیش، ببینین آدمای شریفی که واقعا زحمت میکشیدن، کنسرت میذاشتن، کیا بودن؟ الان ببینین کیا. الان معلوم نیست سرمایه ها از کجا میاد، پول ها از کجا میاد. این ضررهای هنگفت، کنسرت میذاریم در همین لس آنجلس، دکتر جان 3000 تا بلیت مجانی دست مردم میدین. خب این رو برای چی این کار رو میکنیم؟ برای اینکه سلیقه مردم رو بیاریم پایین، بگیم فلانی رو ببین که فلان چیز رو خونده، ببین مردم اومدن 5000 نفر دیدنش، بعد به همون آدم هم 100000 دلار دستمزد میدن دکتر جان، 3000 نفر هم دعوت میکنن، پول هم براشون مهم نیست. باید ببینید اینا کیان. باید ببینید کسانی که در خارج از کشور الان کنسرت میذارن کیان. اگر دنبال اینا برین، اگر دنبال رادیو جوان برین، اگر دنبال کنسرت گذارا برین، بعد متوجه میشین چرا من دوست ندارم باشون بشینم. فقط اشاره من اینه که کنترل موسیقی در خارج از کشور، کنترل صداها، کنترل ترانه‌هایی که خونده میشه با یک شیوه بسیار بسیار پیچیده انجام شد در سالهای گذشته، و اصلا شکل کار عوض شد. کنسرت گذارا آدمای دیگه‌ن، آدمای مربوط به رژیم جمهوری اسلامی هم. واضح. و کسانی که زبان سرخ دارن حتما در این رده اسمشون توی لیست سیاه ایناست. یعنی میگه برای اینکه من میبینم دکتر جان باور نمی‌کنین چه خبر. آره. باور نمی‌کنین. اصلا نمی‌دونین چه خبر. این که داری میگی مافیا و مرتبط با رژیم، این محسوسه. چون ببین خواننده هایی مثلا من خیلی دوستشون دارم، مرتضی رو دوست دارم، شاهرخ رو دوست دارم، اینا آدم هایی هستند که حرمت این کار رو داشتن و گذاشتن. و آدم میبینه الان شاهرخ در چه حاله، مرتضی چه زحمتی میکشه، حالا یه وقت چاپخونه و استودیو داشت. خب اینا سخته. یعنی آدم و خود تو، حالا تو یه خود در واقع خود تبعیدی داشتی، خودتو تبعید کردی از این جمع. ولی خب شاید شاهرخ نیاز داره به سر بزنه، حالشو بپرسن. خب بیمارستان بود شاهرخ. میدونم
برای یه مدت طولانی الان خیلی مریض شاه، حالش خوب نیست و یه نفر نرفت. من منظور من چیز دیگه ایه، کنترل موسیقی، کنترل ترانه ها. دکتر جان فقط کنسرت نیست، کنترل موسیقی در خارج از کشور خیلی بده. ترانه های بیدار، ترانه های هوشیار نباید اجرا بشه. ترانه های عقیم بهترین چیزی که میتونم، لقبی که میتونم بهش بدم این عقیمه. ترانه های عقیم، موسیقی حج تا دلتون بخوان و دارن گوش مردم، چشم مردم رو عادت میدن و اون کسانی که روی صحنه میرن دکتر جان یک نوت سالم نمیتونم بدم. مهداد عزیزم، خب آدم سن و سال هم باید در نظر بگیره. آقا به یه نقطه میشه دیگه نخون. نه جوونه رو من تازه میگم. آه. من جوونه رو میگم. کسی که جوونه رو میگم روی صحنه میره نوت نمیتونه، نوت سالم نمیتونه. اونایی که خب سنشون بالاست خب معلومه، ولی اونایی که سنشون جوونتره رو من دارم میگم یه نوت سالم نمیتونم بخونم. آخه فوتبالیست طرف میره ورزشکاره، میره خود اگر نتونه بازی بکنه تموم میشه. دقیقا. ولی در موسیقی اینطور نیست. چون ما علمی از نوت‌های سالم نداریم، تشخیص نمیدیم که میفهمیم یه چیزی غلطه ولی نمیدونیم تا چه حدی غلطه. یا الان دیگه کار به جایی رسیده که لب میزنن، دیدم لب میزنن و یه هم میکروفون حواسشون نیست میفته و یکی داره میخونه هنوز. یعنی به این وضعیت افتادیم. خب این وضعیت خوبی نیست برای موسیقی. همه یه هیچ ایدئولوژی دکتر جان، هیچ ایدئولوژی بدون حمایت هنر پیش نمیره. کاملا. اگر دوستان اپوزیسیون ما که به نظرم میاد دکتر جان در این سالها اشتباه کردن، هنرمندان رو نادیده گرفت. بله. متوجه نیستن که موسیقی، ترانه، شعر چقدر میتونه به ایدئولوژیشون کمک کنه. بابا دکتر جایی آخونده اینو فهمیدن. به خاطر همین موسیقی در خارج از کشور و ایران رو کنترل میده. کنترله، در کنترل موسیقی. این سایت های موسیقی دکتر جان دلیل اینکه من سکوت میکنم یا کم میخونم یا دوست ندارم شرکت کنم، اصلا دلم نمیخواد توی این بازی ها باشم. یک روزی که به سمت موسیقی اومدم دلم میخواسته واروژان باشم، شدم اکبر مشدی. اما اونایی که میخوان اکبر مشدی بشن ببینین چی میشن. درسته. یعنی شما دکتر جان ببینین چه خبره. یعنی انقدر سطح کار پایینه. خب من واروژان رو دیدم، من آنزرانیک رو دیدم، گفتم اینا خوبه، من چه چشمازه. گفتم اینا حالا الان چی میبینن، الان چی میبینن؟ بابک بیات، ناصر چشمازه. واقعا بله، ناصر بابک بیات. بله میخوام بگم امروز اینا چی رو میبینن، به طرف چه کسی تمایل پیدا میکنن. ما هم بریم اینجوری بخونیم. خونده بود من بچه پاکی. اینه برای من فرستادن. واقعا دکتر من میخوام اینو بگم، من خیلی اون دوستمونو بهش احترام میذارم. من بچه پایین بودم، هوندا داشتم و آدیداس، نمیدونم چی. آخه این ترانه ها، این حرفا، این موسیقی ها که اجرا میشه سطح کار هنر موسیقی رو پایین میاره، گوش شنونده رو آلوده میکنه. یه روزی بنان، استاد بنان میخونده، از پس استاد بنان استاد شجریان میاد، خانوم پوران بوده، خانوم دلکش بوده،
و از پس آنها خانم پریسا ظهور میکنه، خانم هایده ظهور میکنه، خانم محسنی ظهور میکنه. حالا چی؟ راستی حالا گفتی مهدادم، من شنیدم هایده صدای تو رو خیلی دوست داشته. شنیدم هایده خانم محسنی، محسنی آها خانم محسنی صدای تو رو خیلی دوست داشته. ما حدود 40 برنامه کنسرت به خانم محسنی با هم. عجب عجب عجب. یه آلبوم ساختم براشون. کدوم آلبوم؟ خانم محسنی و آقای ستار با ترانه های مسعود امینی و آقای علیرضا میبودی ساخت و آقای هوشیار نژاد. یه آلبوم کنم با مرحوم محسنی. دو سه روز قبل از اینکه محسنی عزیز رو از دست بدیم به دیدارشون رفتم و خیلی حیف کرد واقعا. جوون بود اصلا نمیدونم. خب میخوام بگم این کسانی که ظهور کردن چجوری بوده، آقای ابی چگونه ظهور کرده. بله از پس ویگن ظهور کرده. حالا از پس این دوستان چی؟ واقعا باید فکر کنیم دیگه، باید فکر کنیم. خب من همکار اونا بودم، من نمیخوام همکار اینا باشم. نمیخوام. من یه چیز رو بهت بگم شاید ندونی، یه چیز بگم ندونی. محمد اوشال یکی از شاهکارا بود، با جناق آقای شپرم بود. این محمد عزیزم 30-35 تو خونه نشست، بیرون نیومد، هم ساز داشت هم میساخت هم موسیقی فولکلوریک رو میشناخت، ولی از خونش بیرون نیومد. گفت من از این محیط بیزارم، نیومد بیرون. دعوتش میکردن کنسرت، نیومد تا روزی خاموش شد. من میخوام بگم آدم های با شرف مثل خودت هستن که حاضر نمیشن به این ذلت و آلودگی. من خیلی خوشحالم که بی پروا اینو گفتی، چون ضروری بود اینو گفته بشه. من هر وقت هر صحبتی لازم باشه انجام میدم. دکتر جان ببین من هستم، آفرین، کار وجود دارم، آفرین. هیچ کس نمیتونه جلوی منو بگیر. آفرین آفرین. فقط مرگ میتونه جلوی من. آفرین. مرگ. اما خودم نمیخوام همکار این دوستان. من اینو خیلی روشن و با احترام به دوستان، علاقه به همکار بودن با این جماعت داده. آفرین، درود بر تو. بسیار خوشحالم مهداد آسمانی عزیزم با صدای آسمانیش، و خوشحالم که تو برنامه من بودی. ببخشین صبح زود بیدارت کردیم. دکتر جان ما عشقی، شما هر وقت، شما هر روزم به من بگی همین موقع من هر روزم میام. دکتر فدای تو عزیزم، میبوسم روی ماه تو. عزیزان من هستین، از جز معدود کسانی هستین که از گذشته در قلب من هنوز موندین. ممنونم ممنونم عزیزم. سال الان مونده. ممنونم. سال الان هم دوست ما بوده، یادش بخیر. اون بچه پرزوق اون زمان ها انگشترهای متعدد و چیزایی داشت که اصلا جذاب بود. میمد تلویزیون رادیو میدیدیمش و کلی هم گپ و گفت با هم میزدیم. ممنونم ازت. یکی از دلایل شاید به خاطر اینه که مقداری در گذشته آشنایان دور و نزدیک مشترکی داریم. اینه که خودش کمک میکنه. در آینده نزدیک یک دارم در مورد یک تور کنسرت صحبت میکنم. به 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 به. که پس از اتمام سالگرد مهسا امینی عزیز، که تسلیت میگم به خانوادش، به همه مردم ایران، ببینیم اوضاع چطور میشه. اگر شرایط فراهم باشه حتما اون تور رو انجام میدم. به به، مژده، خبر خوب بود دیگه. من اینستاگرام منو دوستان میتونن دنبال کنن. اخبار اونجا بگیر. بسیار عالی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود به اتفاق مهرداد آسمانی، هنرمند گرامی و نازنین.
یه بار دیگه بهش تولد شد تبریک میگم. زنده باش. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.